کومې چې ولاتوي فقولودای ته وجکستون روزي 8 اوګست سول 2022 خبر دوت کې در تای روزهای استراحت در جمهوری یگان اودسه نوخوش طبیعی روی نداده است، ولی به دلیل رعایت نکردن قواعد بی خطری یک جوان 18 ساله در پنجکنت از کوه با یک چقوری تقریبا 300 متر زروزیر شده جان داده است. همچنین یک کودک 8 ساله در دوشنبه نیز قریب بود که از تریزه قبط چهارم به زمین بیفتد. بنا به اطلاع کمیته، ساکن 18 ساله دهه پدرود جماعت دهات شینگ واقع در کوهستان اطراف شهر پنجکنت صبح بر وقت 7 آگوست با مقصد عکس گیری به کوه ترخ رفته دیگر بر نگشته است. واید نجات بخش منطقه زرافشان به جای حادثه سفربر کرده شد و نجات دهندگان در پی روهاندوزی عملیات جستجویی جسد جوان را از یک چقوری پیدا کرده بیرون کشیدند. معلوم شد است که انگام عکسگیری پای جوان لغزید است و او به چقوری تقریبا 200-300 متر سرازیر شده است. حادثه دویم علاقه صبح بر وقت 8 آگوست روی داده است. ساعت 04:07 دقیقه به قسم نوبداری کمیته ولایت فوق‌العاده یک ساکن بنای رقم 13 کوچه علیشیر نوایی شهر دوشنبه زنگ زده خبر داده است که یک کودک در روی تریزه قبط چهارم بنا ایستاده است و میخواهد خود را پرتوید. نجات بخشان ریاست ولایت فوق‌العاده شهر دوشنبه بدون تاخیر به جای حادثه رفته، توسط تریزه منزل امسایه خود را به پیش کودک رسانیده او را از تریزه گرفتند. در طول این مدت کودک را فلچرهای نجات بخش به گپ گرفته بودند که مبادا به جان خودش جبر نکند. معلوم شد است که این کودک عمگی 8 سال دارد و او را در خانه تنها گذاشتند. کودک صبح بر وقت از خواب بیدار شده ترسیده است و از بس که در خانه با کلید بسته بود خواسته است که از تریزه خود را اوا داده به بیرون براید. نجات بخشان کودک را به مقامات حفظ حقوق سپردند. سبب کودک را در خانه تنها گذاشتن والدین را اکنون باید مقامات معین کنند. کمیته اولادهای فوق‌العاده در پی این حادثه بار دیگر از والدین خواسته است که کودکان خود را تنها نگذارند و زیر خطر قرار ندهند.